میکنن که در قسمت می خانه که گرو میگیرن و یا کرایه میگیرن چی شرط و شرایط داره؟ هیچ کسی در دو سال قواله نگرفته. تقاضای ما ایست که امیروند بالاخره بره با پایان برسه. آیسه بزرگوار، تعداد هموطنهای ما که در بیرون از کشور هستند و تصمیم دارن که خانه هایشان به فروش برسانن از کابل، چی شرط و شرایطی را شما در میان گذاشتین برشان؟ شرعی چون اقرار خود محکمه یعنی اوضای وثائقه شده، یعنی قبول شرعی داره که در نهایت در ملکت ها ثبت و رجستر می باشد، در مدیریت ثبت املاک ریاست ملکت های شهروالی ثبت می باشد. خانه هایی که در حدود $260,000 امریکایی کم خانه به حساب خریداری شده و مصرف شده جور شده، ولی فعل حال کاهش پیدا کرده، حتی در $85,000 امریکایی خانه ها به فروش میرسه، یک قدر ضربه میخوره؟ به نام خدا. سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمام شما بیننده های عزیز. همه تان مانده نباشین و خسته نباشین. با گزارش امروز از دریچه افغان فنس با من شعیب کاوش خوش آمدید. هر کجای هستین جور و صحت و سلامت باشید. هموطنانی که بر ما کمون گذاشته بودن گفته بودن که بر ما از رهنماهای شهر کابل یک گزارش داشته باشید که نرخ خانه، نرخ آپارتمان و نرخ زمین چقدر تفاوت آمده نسبت به سابق. همین اکنون آمدیم در ناحیه دهم شهر کابل قلعه فتح‌الله و همراهی رهنماهای این منطقه صحبت می داشته باشیم. در ادامه گزارش شما ما را همراهی بکنین، دریچه افغان فنس را شما سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بگذارین تا ما برنامه ها و گزارشات متفاوت از نقاط شهر کابل و از ولایات در خدمت شما بیننده های عزیز تقدیم بکنیم. پس به حمایت تمام شما بیننده های عزیز ضرورت داریم. در ادامه گزارش امروز شما ما را همراهی بکنید. خب بیننده های عزیز، میریم داخل رهنما و همراهشان صحبت میکنیم، پرسان میکنیم، ما را همراهی بکنید. سلام علیکم. سلام. آیسه وقت شما بخیر باشید. خوب هستید؟ خوب هستید. شما خوب هستید؟ سلامت هستید؟ بخیر هستید. تشکر، زنده باشید. در نخست خود معرفی کنین برای هموطنان ما. نام من محمد مقیم ابراهیمی است. یک دفتر راهنمای معاملات به نام کابل زیبا در چاری در مدینه بازار قلعه فتح‌الله داریم. چطور میگذره کاروبار در راهنمای معاملات؟ چی مشکلات دارین؟ چی پیشنهادات دارین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که دوستا همگی میبینن و شاهد وضعیت و حالت هستن، یک تحول کلی در مملکت آمد، ولی به مرحمت خدا که تحولی بود که به نفع ملت و مردم و جامعه ما است، یک تحولی بسیار صلح‌آمیز و بسیار خوب است. مردم راضی هستن، ولی یک کم و بیش کاروبار یک کم تا که حکومت دوباره با پای استاد میشه و تا ارگان ها تمامش دوباره فعال میشن، مردم یک کمه که مشکلات از دید بیکاری و بیروزگاری دارن که یک کمه شکوه و شکایت در بازار زیاد از همه ما شما میبینیم. این درد جامعه ماست، دردیست که کل ما این احساس میکنیم، ولی مرحمت خدا با گذشت هر روز خوب شده میره و مردم آماده دوباره زندگی کردن و دوباره بعد از آوردن آسایش ها و لذت های زندگی خود هستن. دیگه ما هم در میراستا سال گذشته کم مشکلات های خود داشتیم، سال 1402 مرحمت خدا کم کم خوب شده میره و مشکلات عمده و اساسی ما در رابطه با معاملات که است، در معاملات کرایی خود تا حدی مشکلات نداریم، در گروی هم در معاملات فروشی کم مشکلات داریم که چون امیروند سیستم قوالا بند است. آغاز شده قوالای رسمی، قوالای رسمی، قوالای شرعی، قوالایی که باید انتقال ملکیت شد و ملکیت به نام از یک شخص به نام دیگر شخص انتقال بیافه. دونمی اکم مشکلات داریم، هرچند فیصله شد که باید از طریق اراضی پیش بره،
عراضی وقتی که مراجعه میکنین شستا را میگیرن، فرم را میگیرن، خودشان تمرایل میکنن، ولی در نهایتش که وقتی باید اقرار شرعی صورت بگیره، فکر کنم که قاضی صاحبایی که باید اقرار بگیرن تا تعیین نشده، اون کمیته که باید اقرار بگیره اون مجسد رو تراکم کرده و چیز نیست، یعنی نقطه پایان نداره، اجرای قواله نقطه شروع داره و انجام نداره. متاسفانه اونم ما یک ذره با مشکلات ما را مواجه ساخته که از امارت اسلامی تقاضای ما و تمام سکتور راهنمای معاملات و تمام مردم افغانستان همی است که بالاخره امی روند آغاز بیافه به طور درست و شفافش که مردم بتونه یک قواله بگیرن، جایدادها خرید و فروش شود، حداقل یک کار و بار شروع شود. یعنی مشکل شما این است که باید جوازها داده شود برای راهنمای معاملات شرعی پیش برن؟ نه، موضوع جواز موضوع علایده است. ما سر معاملات صحبت کردم، جواز خود دارن راهنمایی که فعالیت میکنه حتما باید جواز داشته باشه. قواله شرعی، قواله شرعی، موضوع سر قواله شرعی بود. معامله کرایی خوب نه، خانه را کرا میتین، تسلیم میکنین، سجل میکنین، راپور شد حوزه امنیت و حوزه مالیاتی میتین به خاطر مالیه و گپاش، ولی معامله فروش نیست. می دو سال کلا معامله فروش انجام نیافته. پیشنهاد ما همی است که اگر همین سیستم ازی شروع داره، خبر هستیم که فرما میگیرن، با این مشتری را میرن درازی فرما مندازن، ولی انجام نداره. انجام میکنه، نقطه پایان نداره. یک چیزی که باید بدز به اونمو تال نشده، هیچ کسی دمی دو سال قواله نگرفته. تقاضای ما ایست که امیروند بالاخره بره با پایان برسه. یک کمیته از طرف سر محکمه تا اینجا و قای صاحبا بیاین، مررین بیاین، یا درازی یا یک جای دیگه که می فرما می اسناد بره و بالاخره می چیز شوه، اقرار شرعی صورت بگیره که مردم بتونه قواله معامله که کرده مورا به دست بیاره. مسائل عمده و مشکل عمده و اساسی ما اینمی است. بله، چطور از کار بار راهنمای شما تا فیلحال خوب پیش میره؟ مرحمت خدا از دربار خدا سپاسگزار هستیم، خوب است، کار خوب است، ولی همین نقطه را که اشاره کردم اگه این روند آغاز بیافه به رقم درستش دیگه کار بهتر و بهتر میشه. تشکر، قربان تو، سلامت باشین. پیام اگر داریم کمری ما در خدمتتان هست. پیام مایی از به امارت اسلامی برای تمام ارگان ها که بین همی سکتور و بین ارگان های امارت اسلامی یک وجه اعتماد به میان بیاید. وقتی که جواز دادین، وقتی که اعتبار کردین، دیگه ما هم یک سکتوری هستیم که در بخش عواید امارات اسلامی کار میکنیم. از هر معامله کرایی، از هر معامله گروی و فروشی ما بر از اینا عاید میاد. بنان یک وجه اعتماد در بین از اینا ایجاد شد تا بتانیم بهتر و خوبتر هم کار بکنیم، هم عواید بیشتر به امارات اسلامی، به خزینه امارات اسلامی تحویل بدیم. تشکر، خیر باشیم، سلامت باشیم. خب بینده های عزیز، در ادامه گزارش امروز از راهنمای معاملات ناحیه دهم قلعه فتح‌الله شما ما را همراهی کنید. در ادامه برنامه قرار داریم. هموطنان عزیز، دریچه افغان فنس را شما سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بگذارین تا ما برنامه ها و گزارشات متفاوتی را خدمت شما بیننده های عزیز تقدیم بکنیم. همین اکنون آمدیم به دفتر کاری حاجی سید یوسف قدیس، منشی اتحادیه راهنماهای معاملات شهر کابل و در ضمن رئیس راهنمای ناحیه دوام شهر کابل، که اینجا با ما هستن در مورد خانه ها و در مورد گروی کروی تغییراتی که نسبت در قیمت خانه ها آمده، چقدر تفاوت آمده نسبت به سابق، مهمان ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای سید. تشکر، شما هم چنان خوش آمدین. سلام با شما و به بینندگان محترم. تشکر از اینکه فرصت گذاشتین تا لحظاتی با شما صحبت داشته باشیم. تشکر، در خدمت شما هستیم. زنده باشین. آقای سید محترم، از وقتی که تحولاتی که در افغانستان آمد و چقدر در قسمت نرخ خانه ها تفاوت آمده؟ در وقت جمهوریت نرخ ها به حوج خود نسبت به همسایه‌های پاکستان و ایران قیمت ها به حوج خود رسیده بود. با آمدن امارت اسلامی افغانستان یک افت 50%، 30%، 70% نظر به سایه خود شهر کابل به وجود آمده است. مثلا سایه تجارتی بود بسفه که 100 متر مربع باشه 100,000 دلار فعلا شده و 60,000 70,000 دلار خرید و فروش بشه.
و فعلا هم خرید فروش یکمک کار بسیار بطی و یکمک کار بسیار ضعیف است، چرا که یک تعداد مشکلات ما در خود وزارت عدلیه و امی قباله که مربوط اداره اراضی که مربوط وزارت زراعت شده است بسیار به شکل کن پیش میره. اگر امیر مقامات و امارت اسلامی یک توجه کنه در قسمت اجرای قباله که امین سریعتر اجرا شوه، فعلا فکر میکنم ما که خرید فروش میکنیم، حالا ما خود ما که دو تاره خرید فروش کردیم کاراش تای مراحل کردیم، فرم قیمت گذاری مثلا تثبیت ملکیت اینا را ما را خلاص کردیم و فعلا منتظر اقرار هستیم. اقرار تا هنوز نشده؟ بله نخیر، نیتابال اقرار در خود اداره اراضی فکر میکنم که یک تعداد قاضی ها یا مفتی هایی که به خاطر اقرار از طرف استر محکمه امارت اسلامی افغانستان معرفی شدن، اونا هم جای به جای نشدن که همین کارهای مردم شروع بکنه و کار اجرا شد و قواله ها سهل ساده شد. قواله ها عرفی و شرعی هستن؟ به دو قسم است؟ بله بله، ما در سطح شهر کابل دو قسم قواله داریم، یک قواله شرعی داریم و یک ساعت غیر پلانی یعنی قواله های عرفی داریم. و میشه صاحب در مورد هر دوی ازی جدا جدا معلومات ارائه بدین، چون معلومات برای هموطنهای ما هم شود چون زیادترشان نمیفهمند. قبول شرعی چون اقرار خود محکمه یعنی اوضای وثائقه شده، یعنی قبول شرعی داره که در نهایت در ملکت ها ثبت و رجستر می باشد، در مدیریت ثبت املاک ریاست ملکت های شهروالی ثبت می باشد و همچنان ما اما تو تحت لفظی میگیم در مخزن و خود مربوط ریاست استیناف ولایت کابل است، در اونجا قواله شرعی ثبت و راجستر می باشد، یعنی سه مرحله اساس این سپری میکنه. ولی قواله عرفی عرف از بین مردم خرید و فروش میشه، اونا راجستر نیستن، یعنی او رسمیت نداره. رسمیت نداره ولی ملکیت خود شخص هست، ملکیت شخص هست، دزلیت اختیار داره، تسلط داره، خرید و فروش میشه، گرو داده میشه، کرایه داده میشه، ولی اونا در قضا ثبت نیستن. آی صاحب، زیادتر هموطنهای ما به شکایت میکنن که در قسمت می خانه که گرو میگیرن و یا کرایه میگیرن، چه شرط و شرایط داره؟ در نخست در مورد گروی برای ما بگوییم. در قسمت که امی مشترین ما که میایه تقاضای خانه گروی رو میکنن، ما هم به حساب اولی گروی داریم و هم به حساب آپارتمان که فعلا در سطح شهر کابل همین موضوع آپارتمان ها فعلا مروج هستن، اینا را میخواین که گرو بگیرن. در وقت جمهوریت ما میخواستیم که گرو بتیم کدام فیصدی به دولت تحویل نمیشد و همچنان در قسمت های بیلانس ما هیچ سکتگی رخ نمیداد، ولی از وقتی که امارت اسلامی آمده الحمدلله سهولت ها آمده، ما اتحادیه داریم که ریاست عمومی تا دیرن ما معاملات شهر کابل که در سم خود ما منشی از او هستم و رئیس رهنمای نایب دهم هستم، بارها خود ما ششم جلسه کردیم، تر و پیشنهاد و مشکلات خود رهنما را جمع کردیم، به یک نظر، به یک فکر، به یک تفاهم رفتیم، حوزه مالیاتی مشکلاتشان را حل کردیم. قبلا چی مشکلاتی داشتن؟ طور مثال ما امی خانه را که گرو می دادیم کنم فیصدی از ما دولت نمی گیریم. وقتی که امارت آمده ایده بابای وفات تبدیل کرده و این شامل به حساب چیز شریعت قرار گرفته که باید خانه که فعلا گرو داده میشه یک فیصد به دولت باید عواید تحویل شد. ما قبلا این کتگوری را نداشتیم و در ضمن بیلانس هایی که ما در سال 1401 داشتیم، امارات میخواست که او را از پیش ما در قسمت بیلانس 1% عواید دولت از طریق گروی بگیره. ما تقاضا کردیم که در وقت جمهوریت نبود و صرف کرایه بود و فروشی بود که از کرایه تا قبلا
تا 10,000 مافیات بود، حالا فعلا تا 5,000 از ذره پایین تر آوردنش. تا 5,000 ما خانه را کرایه میدیم، ما کدام تکس تحویل نمیکنیم. چند فیصد باس میگیرین؟ فیصدی را خب ما فعلا از کرایه 1% میگیریم، از گرویام 1% میگیریم، از فروشام 1% میگیریم. از دو طرف میگیریم؟ بله از دو طرف میگیریم، ولی باز هم تکافو نمیکنن، چون راهنما کرایه میتن، کاروبارم کمک را افت کرده، ضعیف شدم. در هر راهنما 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر کار میکنه. با ما میره پیشنهاد کردیم، الحمدلله ریاست تقنین وزارت عدلیه نادیده نگرفتن و خواستای ما و مشکلات ما لبه گفتن. ما قانون نداشتیم، مطابق طرز العمل کار میکنیم و امیر شامل قانون ساختن که انشالله همو کرایی ما را به 15 روز و فروشی ما را به 1.5% و گروی ما را به 1.5% این را تعدیل کردن و پیشنهاد کردن و توشه روان کردن که انشالله بعد از توشه مریول اجرا میشه. باز ما امرای ریاست راهنمای ریاست انسجام وزارت عدلیه همکاری میکنیم که امیر شامل خود ستای راهنما کنیم که مردم در آگاهی قرار بگیرن. تشکر آقای صاحب. تقاضای هموطنا پیش شما گروی زیاد میاین، کرایی میاین یا فروش خانه و آپارتمان؟ فروشی ضعیف است، شاید 5%، نهایتش 10% تقاضای خرید میکنن، ولی خرید را میکنن که نرخش یک ذره مناسبتر و ارزانتر و ضعیفتر باشه. بلند منزلا نمیتونن، سایه تجارتی را نمیتونن، خانه که به قیمت گزاف است اصلا نور نمیتونن. گروی نسبت به کرایی تقاضای زیاد است، چون مردم ما یک کمک را فعلا بیکار هم هستن، به او خاطر میخواین که گروی بگیرن که کرا پرداخت نکنن. کرایی هم تقاضا هست، ولی بعد بسیار نرخ پایین تر. قبلا در وقت جمهوریت ما خانه داشتیم که اینجاها دفاتر مسات دولتی، دفاتر خارجی اینا کرایه میگرفتن و دلار بود، بلندتر بود. فعلا اونا نیستن، کرایه در رکود مواجه شده. برای کسایی که رهایشی بوده باش میکنن تقاضا هست، مثلا 5,000 افغانی، 8,000 افغانی، 10,000، نهایت 15,000، 20,000، نظر به تعداد فامیل خود تقاضا خودان تقاضای کرایه کرایی را میکنن، ولی گروی زیادتر است نسبت به کاتگوری کرایی و فروشی. یک سوالی که هموطنا هم مطرح کرده بودن برای ما، گفتن که پیش ازی که شما گزارش داشته باشین از راهنمای کابل، خانه هایی که در حدود $260,000 امریکایی کمو خانه به حساب خریداری شده و مصرف شده، جور شده، ولی فعل حال کاهش پیدا کرده، حتی در $85,000 امریکایی خانه ها به فروش میرسه، یک قدر ضربه میخوره؟ تو نیه که طور مثال 200% پایین آمده باشه. با پیشتر در شروع صحبت خود من کتگوری کردم نقاط شهر کابل، یک نقطهش با نقطه دیگه، یک نوایش و دیگه نوایش در قسمت قیمت های خود فرق میکنه. مثلا مثلا سایه نایه 6 کنایه فرق میکنه، نایه 7 کنایه ده فرق میکنه، سایه تجارتی، حتی در سطح خود نایه هم فرق میکنه. در سطح خود نایه هم مثلا با فعلا در ما شما که همی چرا سب میکنین در نایه دوم هستیم، در قسمت شهر نو نرخای کمک کاره بلندترک است. سایه قلفتلان که شهر نو گفتم میشه تقریبا 80%، ولی از او بالاتر قلعفت الله 70%، از او بالاتر تیمنی که مربوط نای دوم است پایین تر از او، مثلا سایه وزیر اکبرخان مثل شهر نو نمو کتگوری نمو میار خود قرار داره. حتی در خود نایه هم همه میار ها فرق میکنه. فرمونده خودتان که او خانه که 260,000 قبلا خرید و فروش میشه فعلا به 80-85 نه، اصلا این گپ نیسته. ممکن امو 2,000,000, 1,80,000, 1,50,000, 1,70,000 همینطور فعلا هم خرید و فروش شده، ولی فعلا نرخ را چی تثبیت میکنه؟ دو چیز نرخ را تثبیت میکنه، یکی تقاضا و یکی دیگه هم سل نگه داشتن اجرای قباله. فعلا قباله اجرایش
یعنی متوقف است، یعنی به ایمان اقرار نیست. اگر اقرار باشه بازار اقرار محکم چی میکنه؟ تثبیت میکنه که تقاضا خرید و فروش به حساب انجام شد. آیسه کارکرت های ناحیه دهم چگونه میبینه؟ والا در وقت جمهوریت هم خوب بود، حالا فعلا هم الحمدلله خوب است، خداوند رازق است، ما کار است، ولی به اون شکل که در وقت جمهوریت بود کار نیست. یعنی به این معنی که یک 40-50% راضی هستیم الحمدلله کار میشه، ولی به اون شکل که در وقت جمهوریت بود و دفاتر خارجی بود، اینجوها بود، اینا بودن، تقاضا نیست. آیسه بزرگوار، تعداد هموطنهای ما که در بیرون از کشور هستند و تصمیم دارن که خانه هایشان به فروش برسانن از کابل، چی شرط شرایطی را شما در میان گذاشتین برشان؟ ما افغانان که در خارج هستن و میخواین که خانه های خودان در کابل و یا در افغانستان به فروش برسانن، ما پیشنهاد میکنیم برشان که بیاین خرید فروش هست، ولی فعلا ضعیف است. یک همه موضوع اقرار قباله است، یک کمه کار وقتگیر است، یک زمانگیر است. اگر این همه موضوع اقرار قباله حل شود، انشالله که مشکلات خرید فروش خانه کسایی که از خارج می آیند و خانه خدا هم به فروش می رسانند بسیار سهولت و یک پا خار بود. و همچنان ما می خواهیم که از طریق اتحاد یک پیشنهاد بکنیم به وزارت عدلیه که اگر ما بتانیم که همی صنف خود همی رنمای معاملات بتانیم کانتک پیدا کنیم امرای مشاور املاک یا دفاتر رنمای معاملات پاکستان، ایران، مثلا دبی، مثلا ترکیه، کانادا، اروپا، امریکا و غیره کشورها که بتانیم افغانای ما از همون طریق بتانه خانه خودانه به حساب ثبت کنن، راجستر کنن به ارتباط فروش و بین خانه خودانه تا این مراحل بکنن. ما همیش در خدمتشان هستیم. تشکر. تشکر. خب بینده های عزیز، سپاسگزار هستم که شما گزارش امروز از دریچه افغان فنس شما بیننده هستین که سراغ رهنماهای شهر کابل در منطقه ناحیه دهم قلعه فتح‌الله آمدیم و قرار است که در مورد رهنما و در مورد خانه های گروی، کرایی و فروشی با شما هموطنان عزیز گزارش داشته باشیم که چقدر تغییرات آماده در قسمت نرخ بازار کار خانه ها. ما را شما همراهی بکنین، دریچه افغان فنس را شما سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بگذارین، ما را همراهی داشته باشین. سراغ رهنمای بعدی آمدیم در منطقه قلعه فتح‌الله که چقدر تغییرات آماده. سلام برادر. سلام. وقت شما بخیر باشه. خوب هستی؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ شکر بخیر. مزاحمتان خونه شدیم. خواهش میکنم، بفرمایید. تشکر. در نخست خود معرفی کنین برای بیننده های ما. سلام، وقتتون بخیر. محمد حسین سلطانی هستم. یک تن از همکارای رهنمای معاملات شاهان مقابل لیسی زرخونه. خلاص شد. تمام. خلاص. نامتون چی گفتین؟ محمد حسین سلطانی. سلطانی صاحب، چطور میگذره کاروبار؟ ولی در شرایط کنونی شکر خدا است، ناشکری نشه، خوب است، شرایط است، بس سی و بلندی خدا داره دیگه، میگذرانی. معمولا در این روزهایی که کاربار ما قدر کم رنگ تر شده، گروی ها سر کار داره هموطنای ما با رهنمای شما یا کرا یا فروشی؟ نظر به شرایط فعلی کرایی و گروی بیشتر سر کار داره، فروشی بسیار کم است. نظر به حالات و گروی هم مختلف است، بعض هموطنان که میان ضرورت دارن گروی را تا 10,000 بالاتر پایین تر، اما کرایی بیشتر تر است. در قسمت نرخ کرایه سهولت ایجاد شده، کم آمده یا بیشتر است؟ ولی نرخ کرایه خود سهولت ها چون ساعت فرق میکنه، نظر به ساعت قبلا هم بوده، فلحال هم هست، هر ساعت نظر به سایه خود، نظر به مو ساعت دیپلماتیک خود، ساعت
عام خود مختلف است. دیگر دست های قلیفت الله است کرایا معمولا از 1.5 دلار شروع میشه، مختلف از دیگر. گروی عام است زیاد است نه؟ گروی فلحال چون موضوع فیصدی است و گروی هر کس گرو میگیره ندام 1% که دولت بر از یا این قسمت داشته باشد. از در قسمت گروی نظر به فلحال مشکلات که هست و یکی هم چون بیشتر هم وطنان ما به پول نیاز دارن، گروی ها قیمت های گروی بیشتر تر است، اما هم وطنان که نیاز به گروی دارن، نیاز به خانه دارن، باز با توان از او ندارن که به او از اینه انگفت بخواین خانه را گرو بگیرند. خب از وقتی که به تحولات که آمده در قسمت خانه های قلایفت الله قیمت ها کاهش پیدا کردنه؟ بله قیمت ها بسیار چقدر کاهش پیدا کرده؟ قبلا در ساعت شهر نو قلایفت الله چون ساعت دبلومات نشین بوده، ساعت از فیمتر از 700-800 دلار شروع می شده هلا 1500 دلار. فلحال قیمت ها 50% الا 40% کاهش یافت. حالا اگر قیمت ها پایین آمده که اینجا ما می خانه بخریم. چرا نه، بیاییم ما در خدمت. تشکر سلطانی صاحب عزیز، سپاسگزار هستیم که فرصت گذاشتین. در آخر پیامتان هم میشنویم برای هموطنان ما. دست به دست هم بتیم، با هم یک جا باشیم و یک آینده روشن رو برای افغانستان رقم بزنیم که یک روز هم دوباره زیر یک چتر، زیر یک بیرق با هم زندگی بکنیم. سلامت باشید. بخیر باشید. بخیر باشین. خب بینده های عزیز، سپاسگزار هستم که شما گزارش ویژه امروز شما بیننده بودین که در مورد راهنماهای ناحیه دهم قلایفت الله در خدمت شما بینده های عزیز تقدیم کردیم. به حمایت و تمام شما بینده های عزیز نیازمند هستیم تا ما را شما همراهی بکنیم، ما بتانیم که برنامه ها و گزارشات متفاوت تری را خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم بکنیم.